افغانستان سال آینده از رئیسان جمهور کشورهای حوزه نوروز در ولسوالی پغمان میزبانی میکند. بر اساس تصویب شورای وزیران، تپه پغمان محل برگزاری جشن نوروز سال 1393 انتخاب شده است. هیئت کمیسیون بازسازی این محل که از چند وزیر کابینه، والی و شهردار کابل تشکیل شده است، امروز سنگ تهداب تالار بزرگ را در تپه پغمان به زمین گذاشتند. وزیر امور شهرسازی میگوید بازسازی و نوسازی این محل که کاران تا کمتر از یک سال دیگر به پایان میرسد، 5 میلیون دلار هزینه برمیدارد. همکارم عبدالوکیل نایبی با جزئیات بیشترین خبر. بزرگداشت از نوروز طی سالهای اخیر در کشورهای آسیایی رونق بیشتر گرفته و پس از اینکه سازمان ملل متحد در سال 2009 میلادی نوروز را جشن جهانی شناخت، بیش از 15 کشور شامل کشورهای حوزه نوروز شدند. تا این مدت برخی کشورهای آسیای میانه و ایران با حضور رئیسان جمهور این کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان نوروز را در کشورهایشان میزبانی کرده و قرار است سال آینده افغانستان میزبانی این جشن را بر عهده بگیرد. چند وزیر کابینه، والی و شهردار کابل آغاز کار ساخت محل برگزاری جشن نوروز 1393 خورشیدی را روز پنجشنبه در تپه پغمان رسما افتتاح کرده و سنگ تهداب تأسیسات جدید این محل را بر زمین گذاشتند. وزیر صاحب انکشاف شهری و کابل، شاروال صاحب کابل بدون شک و جناب پشتون صاحب و جناب وزیر صاحب زراعت به همین ترتیب والی صاحب محترم کابل آمادگی های مسائل تدویر محافل را در اینجا بدوش میگیره. احیای بخش های تاریخی مثل قصر سابقه، حوض آبازی، آبشارها، دیوارهای سنگی و تزیناتی، پارک تفریح، کاسه مهتابی، میدان بزکشی، گلخانه، برج‌های ترستودی. منطقه برگزاری جشن نوروز بیش از 350 جریب زمین را در بر می‌گیرد و هزینه ساخت و آماده سازی آن 5 میلیون دلار برآورد شده که از بودجه وزارت امور شهرسازی پرداخت می‌شود. تپه پغمان نه تنها محل برگزاری جشن نوروز، بلکه من حیث یک محل تاریخی، فرهنگی و اقتصادی حفظ خواهد شد تا مردم افغانستان روزهای مناسبتی و فراغتشان را در آنجا سپری کنند. اصلا ارزش‌ها و غنامندی‌های فرهنگی خیش را به جهانیان به تمثیل بگذاریم، به جهانیان نشان بدیم که افغانستان کشوری نیست که تنها در اوج جنگ ها صورت گرفته. افغانستان کشوری است که در ایجا علم و فرهنگ انتشار یافته. با آنکه برخی نگرانی ها مبنی بر بدتر شدن اوضاع پس از خروج نیروهای نظامی در ختم سال 2014 در افغانستان وجود دارد، اما برخی آگاهان میگویند که دولت افغانستان تلاش میکند با راه اندازی چین برنامه های ملی و منطقه ای بر نگرانی مردم پایان دهد. عبدالوکیل نایبی، تلویزیون آرینا، ولسوالی پغمان، ولایت کابل. نظامیان افغان در شمال افغانستان در محفل زیر نام همسویی میان علما و قوای مسلح کشور از عالمان دین میخواهند که در تامین امنیت و مشوره‌دهی به این نیروها همکاری کنند. مسئول عقیدتی نیروهای پلیس و مسئول بخش اپراسیون نیروهای اردوی ملی در شمال نقش علمای دینی در تامین امنیت از طریق مسجد آرام مؤثر میدانند و میگویند عالمان دین نظامیان افغان را در مشوره‌دهی باید همکاری کنند. نظامیان افغان هم از نیروهای ارتش و پلیس اینجا در مزار شریف عالمان دین را گرده هم آورده تا آنان را در تامین امنیت همکاری و تشویق کنند. نظامیان افغان در شمال این محفل را زیر نام همسویی میان علما و نیروهای افغان راه اندازی کرده و از عالمان دین میخواهند که در تامین امنیت و مشوره دهی آنان را همکاری کنند. و هیچ قانونی، هیچ نظامی جز اسلام به این سرزمین نمیتونه حاکم باشه. علما هستند مشعل دارای این راه. اینها بسیار خوب میتونن که نیروهای امنیتیشون در بخشهای مختلف هم از پلیس، هم از اردو، هم از امنیت راهنمایی سالم در چوکات دین و شریعت و وطن دوستی هم در تامین امنیت ما تاثیر خاص را داشته باشن و هم ما تانسته باشیم که علمای بزرگوار خود در رابطه با موضوعات سیاسی کشور ما دخیل بسازند. در همین حال شماره از عالمان دین نیز برای تأمین امنیت بهتر در کشور هر نوع آمادگی خود را با نظامیان افغان در شمال کشور در بخش مشوره دهی و تبلیغ از طریق منابر و مساجد اعلام می کند. ما افسرهای خود دوست داریم، سربازای خود دوست داریم، حمایت میکنیم. علما در خدمتشان است، همه وقت در خدمت مردم شریف خود بودند، خصوصا از افسرهای عزیز خود ما حمایت میکنیم. اگر اینها با هم موافق و هم سو نباشند، فضا امنیت تامین نمیشه،
و دست بیگانه ها خوبتر کن، از نفاق چیزهایی درست میشه. در یک ماه اخیر این دومین گرد همایی از سوی نیروهای امنیتی افغان در شهر مزار شریف به هدف تشویق علما بر ایفای نقش بیشتر در تامین امنیت است. پیشتر نیز گرد همایی مشابه راه اندازی شده بود تا علما دیدگاه خود را در مورد کشتار افراد ملکی در نتیجه حملات انتحاری و نقش علما در روند صلح بیان کنند. هرچند علما هر گونه حمله را که منجر به قتل افراد بیگناه شود محکوم می کند، اما از دولت هم می خواهد تا مدیریت خود را در تمام بخش ها درست کند و بهانه به دست هیچ مخالفه ندهد. خبرهای اقتصادی را بعد از وقفه کوتاه دنبال می کنیم. سازمان غذایی جهان برای کشاورزان فاریاب در اراده تراکتور کمک کرد. شمار از کشاورزان دستیابی به وسایل زراعتی به ویژه تراکتورهای توزیع شده را در رشد اقتصادی و افزایش محصولات زراعتی مفید عنوان می کنند. از سوی هموالی فاریاب از این نهاد می خواهد برای نگهداشت و بازاریابی محصولات زراعتی در بخش ایجاد سردخانه ها و کارخانه های بسته‌بندی محصولات زراعتی با این وزارت همکاری کند. سازمان غذایی جهان 10 اراده تراکتور، 4 پایه تریشر و 6 اراده تریلر تراکتور را به کوپراتیف های زراعتی ولسوالی های المار، قیصار و کوهستان ولایت فاریاب کمک کرد. این ابزارها 230 هزار دلار ارزش پولی دارد. قسمی که امروز شما شاهد بودین، ما 10 اراده تراکتور همراه با 4 اراده تریشر و 6 اراده تریلر با ولسوالی های المار، قیصار و کوهستان فراهم کرده بودیم که امروز توزیع صورت گرفت. در این حال معاون کوپراتیف های ولسوالی کوهستان میگوید تجهیز کوپراتیف ها با وسایل ماشینری سبب رشد محصولات زراعتی و اقتصادی کشاورزان میگردد. این که تراکتورها خیلی در صورت درست شگه ادامه کنند، انشاءالله رشد کوپراتیف ما، رشد مردمی ما در آینده خیلی مفید تمام بشه. والی فاریاب در حالی که این تراکتورها را برای پیشرفت عرصه زراعت فاریاب مفید می داند، اما از این نهاد بین المللی می خواهد که برای میکانیزه شدن زراعت، ایجاد سردخانه ها و کارخانه های پروسس محصولات زراعتی افغانستان به ویژه فاریاب را کمک کنند. یک مقدار دولت ما را در این قسمت کمک بکنند، دیاقین ما تولیدات خود بتانند امینجا بسته بندی بکنند، امینجا تولید شود. به عوض از اینکه ما از کشورهای همسایه و کشورهای دور نزدیک وارد بسازیم، از یک طرف زمینه اشتغال برای جوانای ما فراهم میشه و از طرف دیگر میتونه که اقتصاد دیاقین ما رشد بکنه. از سوی هم اسدالله بهار رئیس زراعت فاریاب میگوید در 5 سال گذشته نزدیک به 60 تراکتور از طریق برنامه های مختلف دولتی و مؤسسات بین المللی به زراعت فاریاب توزیع شده که مؤثریت آن چشمگیر بوده است. و حال قیمت بعض از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 60 پول، 1 یورو 70 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارت 14 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. فوتبال افغانستان دو پله دیگر صعود کرد. فیفا امروز تازه ترین رده بندی تیم های برتر فوتبال جهان را اعلام کرد که در این میان تیم ملی فوتبال افغانستان با دو پله صعودی دیگر با 210 امتیاز در مکان 139 رده بندی فوتبال جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال افغانستان با این 210 امتیاز در آسیا جایگاه یکم را دارد، اما در جنوب آسیا تیم اول است. اسپانیا همچنان دندان راه نخست ایستاده و آلمان، آرژانتین، کروشیا و بابار به ترتیب در مکانهای دوم تا پنجم رده بندی جهانی فوتبال قرار دارند.
ششمین دور رقابت های گزینشی چهره های برتر لیگ باک 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 تخت امروز در کابل آغاز شد. رقابت ها بیش از 200 ورزشکار از 57 باشگاه شهر کابل گرده هم آمدند و برای کسب عنوان قهرمانی سرعت قدرت ضربه دست و پای خیش را به نمایش می گذارند. قرار از 20 روز بعد دستگیر پنشیری و روح الله محمدی برای اشتراک در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ که به میزبانی یونان برگزار می شود عازم این کشور شوند. برای شما تقدیم می گردد کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. هرات آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17. و سرانجام در شهر قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10. این بود خبرهای امشب که از تلویزیون آریانا تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.